سلام به همه گرافیسایی توی خونه، حالتون چطوره؟ من حسین باقری هستم از تیم فلت جی اف ایکس و قصد دارم که در هفته با دو آموزش بسیار عالی در زمینهای مختلف گرافیکی در خدمت شما باشم. اما امروز قصد دارم که این آموزش رو به شما بدم که چگونه تصاویری که با گوشی عکس میگیریم اونا رو در نرم افزار فتوشاپ به صورت خیلی کامل و دقیق و درست آپتیمایز کنیم و تنظیم کنیم. خب برای این کار ما از نرم افزارهای گوشی هم حتی میتونیم استفاده کنیم، نرم افزاری مثل کم اسکنر که البته هرچند کم اسکنر دارای تروجان بود و گوگل پلی هم اونو اخطار داد و دیلیت کرد. یه سری نرم افزارها هستن که به صورت کلی شما با اونها میتونید عملیات اسکن رو انجام بدید، اما خب ما فتوشاپ کارا معمولا حال و حوصله اینجور کارا رو نداریم و وقتی که سیستم هست چه کاریه که از اپ‌های مختلف استفاده کنیم. لذا با این آموزش با ما همراه باشید و این نکات رو به خوبی یاد بگیرید تا بعدا اگه نیازتون شد بتونید به راحتی هرچه تمام‌تر این کار رو توی فتوشاپ انجام بدید. قبل از اینکه بریم سراغ آموزش ازتون درخواست میکنم اگه این ویدیو رو توی یوتیوب میبینید ما رو سابسکرایب کنید، اون زنگوله اون بالا رو هم فعال کنید که به محض بارگذاری آموزش جدید در جریان قرار بگیرید و سریعتر از همه بتونید اون آموزش رو نگاه کنید. و اگر هم توی آپارات میبینید لایک و کامنت یادتون نره، در همه سوشال ها کامنت برای ما بذارید، بگید چه آموزش هایی دوست دارید در زمینهای مختلف افتر افکت، فتوشاپ، پریمیر و هر چیزی که دوست دارید برای ما کامنت کنید تا ما اونها رو برای شما ضبط کنیم و برای شما منتشر کنیم. اما خب من الان میرم سراغ این که با استفاده از گوشی خودم، یه گوشی خیلی ساده هواوی هستش، بریم تا عکس اون مدرک اون رو همین الان بگیریم. که البته هرچند من الان مدرک دم دستم نبود، خواستم از یک جلد کتابی استفاده کنم برای اینکه بیام عکسشو بگیرم و توی نرم افزار فتوشاپ اون رو آپتیمایز و درستش بکنم. خیلی خب، عکس رو الان من همینجا میگیرم. خیلی خوب، اینم از عکسی که گرفتم و الان میرم سراغ آپتیمایز کردن اون و درست کردن اون در نرم افزار فتوشاپ. بسیار عالی، من عکس رو در نرم افزار آوردم و الان میخوایم شروع کنیم. در ابتدای کار تصویر رو از این قسمت کراپ کردم. خب ما دو تا حالت داره، یا میتونیم از ابزار کراپ تول استفاده کنیم یا ابزار پرسپکتیو کراپ تول، که من در اینجا میخوام از ابزار پرسپکتیو کراپ تول استفاده بکنم. بسیار عالی، اینجا میام یک کلیک میکنم. روش کارش هم خیلی ساده است، کلیک و نقاط چهار گوشه خودتون رو انتخاب میکنید. انتخاب میکنم و در نهایت اوکی رو میزنم. تصویر رو به شدت خیلی خوشگل خوب برای من اینجا اوکی کرد. اما خب تو این تصویری که شما ملاحظه میکنید ما اینجا احتیاج داریم که یک سری از قسمت‌ها رو ما روتوش بکنیم. لذا برای این کار من میام با استفاده از ابزار اسپوت هیلینگ براش تول زوم می‌کنم، راست کلیک اون رو بزرگ و روی این قسمت‌ها می‌کشم. این قسمت، این قسمت، اینجاها. بسیار عالی. اما خب اینجا هم الان میبینیم که احتیاج داره یه ذره فضا تنظیم رنگ بشه و از این حالت کیداری در بیاد، چون در اصل در واقع اون کتابم نشونتون بدم اینجا کلا تصویر سفیده و به خاطر اینی که نور دوربین من تنظیم نبوده یا نور محیط من تنظیم نبوده تصویر به این شکل در اومده. لذا من میام از قسمت، وقتی که خود لایه انتخابه، از قسمت فیلتر کامرا راو رو انتخاب میکنم. اوکی، ابتدا میام اکسپوژر رو یه ذره زیاد میکنم، بعدش یه ذره به اون کانتراست میدم، یک ذره هم شادوها رو درستش رو کمتر میکنم، قسمت وایت رو هم میخوام روشنتر بکنم. اینجا اکسپوژر رو یه ذره کمتر و میبینیم که خیلی هم عالی شد. بسیار عالی، بله به این شکل. اما اینجا به خاطر اینکه من عکس رو با گوشی گرفتم لازم داره که یه ذره باز هم روش کار کنم از لحاظ کیفیت. لذا اگه شما روی این قسمت تصویر دقت بکنید تصویر یه حالت پیکسلی هست. علت این پیکسلی بودنش این هستش که من اینو توی پیام رسان برای خودم فرستادم و اون رو دانلود کردم و توی فتوشاپ ایمپورت کردم. اما واسه اینکه حالا این مشکل هم برطرف بشه و شما با خیال راحت بتونید کار خودتون رو انجام بدید، من میام در قسمت فیلتر و با استفاده از ابزار بلر و سرفیس بلر
این رو میام و یه ذره اون قسمت های اینجاها رو میخوام یه ذره حالت ماتی بهش بدم، یه ذره با اعداد بازی میکنم. این اگه یه ذره اعداد زیادتر بشه میبینید تصویر به این شکل میشه که اصلا خوب نیست. کمترش میکنم و اوکی. خیلی خوب، خیلی هم عالی، ولی باز هم میبینید که تصویر یه ذره احتیاج به این داره که باز هم روشنتر بشه، جای روشنتر شدن رو داره. پس من دوباره میام از قسمت فیلتر کامرا راو رو انتخاب میکنم و در نهایت میام باز هم با ارقام و اعداد این قسمت میام بازی میکنم. خیلی خوب، به این شکل. الان ببینید این قسمت که حالا دقیق بهتون نشون بدم، این قسمت با این قسمت یه ذره اختلاف رنگ داره. این اختلاف رنگو من میام اینجا اوکی رو میزنم، که هرچند تو خود کامرا راو هم میشد این کار رو انجام داد، ولی خب من میام از این قسمت اینجا رو انتخاب میکنم با استفاده از ابزار رکتنگل و سلکت اند ماسک. به اینجا یه ذره فدر میدم، شیفت اجش هم کمتر میکنم، اوکی رو میزنم. الان با استفاده از ابزار کنترل ام که ابزار کرف ظاهر میشه، من میام این کار رو انجام میدم و اینجا رو یه ذره روشنتر میکنم نسبت به قسمت پایینتر. اما خب الان من کنترل ام رو زدم، برای من این عملیات انجام نشد چون کنترل ام وقتی که من دارم ریکورد میکنم غیر فعال عملا. هیچ اشکالی نداره، میام از قسمت ایمیج، ادجاستمنت و قسمت کروز و اون رو یه ذره روشنتر میکنم. خیلی ملو و کم، بسیار عالی، خیلی هم عالی. ما تونستیم به راحتی هر چه نمون در عکسی که ما با گوشی میگیریم در عرض چند دقیقه اون رو درست بکنیم، ایراداشو برطرف کنیم، روتوش بکنیم. چون بعضی اوقات هست که اگه اون در واقع حالا شناسنامه جدید که این شکلی جلدشون براقه و اگه مثلا فلش با شما با فلش در واقع بیاین عکس بگیرید از اون شناسنامه خودتون، تاش به این مشکل برمیخورید که باید روتوش کنید. لذا تا میشه از اجسام براق اولا کمتر عکس بگیرید، ثانیاً اگر مجبورید عکس بگیرید فلش گوشیتون رو به هیچ وجه استفاده نکنید و در نهایت اون رو ببرید توی فتوشاپ و با خیال راحت ادیت بکنید و ویرایش بکنید. ممنون و متشکرم که این آموزش رو با ما دیدید. حتما 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 نظراتتون رو توی کامنت برای من بنویسید. آپارات اینستاگرام، تلگرام، هر جایی که دوست دارید ما رو دنبال بکنید، آموزش‌های ما رو ببینید و به دوستان خودتون معرفی بکنید. ممنون و متشکرم، امیدوارم که موفق و مؤید باشید. خدا یار و نگهدار شما باشه.